تو رو خدا یه ذره تندتر بری، سه تا چهار پایین‌تر یه بیمارستان برید اونجا. بله؟ چرا اونجا؟ این همه بیمارستان تو این شهره. تو چه تحسی؟ نصف شب با شدی اومدی میگی خواستگاری دختری مردم باید به هم بخوره؟ برای چی؟ مامان اگه این اتفاق بیفته من روانی میشم. تو چرا روانی بشی؟ ببینید من و مهتاب خانم از بچگی تو این محل با هم بزرگ شدیم. لال شی پسر، یه شب عاشق شدی؟ خیلی ساله. خیلی خوب، نگران نباش. ببین فقط تا قبل از اومدن اونا ما باید یه چیزای اینجا بچینیم، یه کاری باید بکنیم اینجا بشه عین دفتر فیلمسازی واقعی تا اعتماد اونا رو جلب کنیم. به نظرت این کار کلاهبرداری نیست؟ اصلا همچین چیزی نیست. آقا ما داریم به یه دختری کمک میکنیم که به خواستش برسه که نذاره بره اون برای آب. کمکم که کلاهبرداری نیست. باباشم راضیه پول بده ما که ما فیلمسازی کنیم. این کجاش غلطه؟ تو بسپر به من دیگه. بابا من تجربه نمون نگران میزنه. تو چرا اینجوری؟ دست فرد دیگه انقدر افه مونه نهی دکتر بل کن دست تو دیگه خانم جون. ببخشید آقا یه لحظه گوشی میشه آقا ناصر رو صدا کنی؟ آقا ناصر با شما کار دارم. فرانک سلام. فرانک چی کار میکنی؟ فرانک زشته بابا. فرانک نکنی چه اینجوری میکنی؟ خوب میکنم، میخوام ماشین تو آتیش بزنم. خیلی خوب، ولی این اصلا ماشین من نیست، ماشین من اونه. خاک بس. خیر خوب، ولش کن، اشکال نداره. آقا محمود شهرمنده، من مال خودم تقدیم شما میکنم. معلومه که اشکال نداره، مهم اینه که هرسم خالی شد. فرانک بابا این مگه ماشین منه؟ یه لحظه باسه آروم باش. نمیتونم آروم باشم، باید توضیح بدی بهم. خیلی خوب، به توضیح میدم. نمیخواد توضیح بدی. کی توضیح خواست؟ من فقط میخوام ببینم این دختره چی کاره است، چه جوریه، چند وقت با هم آشنا شدی، چرا به من دروغ گفتی و پدر مادرت هم در جریان یا نه. حالا خوب توضیح نمیخواستی ها؟ ناصر تفره نرو توضیح بده. خیلی خوب، اون مثلا اونو نمیشناختم، این سوء تفاهمه. سوء تفاهمه؟ شما دیروز با یه برانکار تو بیمارستان این برور نمیرفتی، یه دختری روش نبود. چرا؟ همون که قرص خورده بود دیگه. بله ولی نه به خاطر من، مثلا نمیشناختمش. پس چرا به بابای من گفتی دوست صمیمیته؟ دروغ گفتم. پس دروغگو هم هستی، الان هم داری بهم دروغ میگی. من چقدر احمقم ناصر، با هم اسم بچه انتخاب میکنیم بعد میری سراغ یه زن دیگه. حتما به اونم همین حرفا رو زدی دیگه، بعد فهمید اومده خواستگاری من قرص خورده. بابا تو چرا واسه خودت میبری میدوزی؟ من دروغ گفتم برای اینکه ترسیدم پرستاره بفهمه من آشنای آقا نصرتم بهمون گیر بده. بابا جون من گیر کرده بودم. پس تو هر جا گیر میکنی دروغ هم میگی. ببین همین الان با هم میریم بیمارستان، تو با اون دختره حرف بزن ببین اصلا منو میشناسه یا نه، بعد هر کاری دلت خواست بکن. ها باش هماهنگ کردی نه؟ اصلا لیاقت منو نداری. فرانک ببین فرانک من تا ثابت نکنم ول نمیکنم. ببخشید با آقای خوشبخت کار داشتم. یه دقیقه علیرضا گوشی. آره خانم بداغی اومده. سلام خانم بداغی. یه لحظه بچه شما؟ بله بفرمایید تو بذار ببینم. خانم علیرضا جون دست درد نکنه، جبران کنم. خانم خیلی ممنون. باشه باشه. حالا من دارم یه ترک میام اونجا. خداحافظ. بچه خوبیه. چه خبره اینا کیا؟ اینا هنرورن، برای فیلم جدیدی که می‌خوایم بسازین اومدن تست بدن. ودی هر چقدر شلوغش کنیم یه جوری تر جلب می‌کنه دیگه. اعتمادشون رو بیشتر جلب می‌کنه. می‌فهمی؟ جوری بهتره. دکتر کجا رو داشتی می‌دی؟ الان کجا رو داشتی می‌دی؟ الان داشتم اینا رو می‌دیدم. دکتر جون مادر دفعه با اینا حرف ظالمالود ماساژ رو اجازه نمی‌دین نندازی. نری تو این کارا. نه بابا تو اینجا منشی. چی؟ تو رئیسی امروز منشی نیومده جاش وای می‌سی. میگم نرو تو کار ظالمالود. خیلی خوب بابا حالیمه. کامران تو این کار از کجا می‌شناسی؟ من با خانم بداغی چند سال پیش کار کرده بودم. خیلی زن خوبیه. همه جور هنروری هم دست بلش داره. خب الان کجا داری میری شال کلا کردی؟ من دارم میرم چه علیرضا، این برنامه‌ریز معرفه سینما است با تو بحث کرده بودم. علیرضا به ما چه ربطی داره؟ بابا اینا رو اون فرستاده دیگه. من دارم میرم بقیه کارا رو رله کنم.
تو بیا برو بشین پشت میز، دیگه اینجا نپلکه. من میگم دکتر یکی یکی اینا رو بفرسته تو تست بگیر. بعدم ببین به در دختر اومدن عجله نکنی یا سوتی ندی یا بذار قشنگ پشت در معطل شه، بعد به دکتر بگو بفرستشن تو. باشه، خیلی درات بشه. باشه. خانم بداغی، بله. یکی این آقا پسرای گلو مسئول چای ریختن بکن که بله. چای بریزه پذیرایی کن ازتون. خودت اگر کاری چیز داشتی به دیدی؟ چیکار داری می‌کنی؟ هیچی دارم بهش توضیح میدم. ما همین الان ما هم صحبت کردیم. چه اینجوری میکنی تو؟ خیلی خوب بابا، برو. کاری چیزی داشتین به ایشون بگید. باشه؟ باشه چشم. آقا پسر، ببخشید. بیاد چند تا چایی بیارید. ببین، مراقب وسیله ها باشه. چیزی نشکنی ها. خوبی؟ بهتری؟ صدای منو داری؟ به نظر شما الان بیمار چی احتیاج داره؟ به نظر من الان بهتره با یه تزریق یه شوک بهش وارد کنیم. به نظر من برای تشخیص بهتر باید این رادیولوژی عکس ازش بگیریم. نه خیر، الان بیمار اکسیژن احتیاج داره. برین عقب، برین عقب. مریض که خیمه نمی. آقا راست شما چرا وایسادی؟ دکتر اومدم درباره همون قضیه عدس و برنج باهاتون صحبت کنم. بفهم، بفهم به کارم برسم بعداً. وسط بحث علمی و مریض بدحال که نمیان راجع به عدس و برنج صحبت کنم. بهتری؟ برو یه قرنی نمکی بیار سری. آقا نصرت، اورژانس چی میخوای؟ خب همین جوری اومده بودم با دکتر پرهام راجع به مسئله مهم باش صحبت بکنم، به حرفم گوش نکرد، انگار حرف دانشجو مهمتر. خب معلومه دکتر دارن تدریس میکنن، برای این کارم باید تمرکز داشته باشن تا مطالبو خوب انتقال بدن، وگرنه انترناخ کارشون رو درست یاد نمیگیرن. حرف منم دست کمی از حرف اونا نداشت، حرف منم مستقیم با گوارش شکم و تغذیه همینطور اقتصاد ربط داشت. یعنی انقدر مهم بود؟ بله. حالا موضوع چیه؟ فعلا یه قضیه مهمتر از اقتصاد شکم پیش اومد. آقا ساسان. بله. برادر این دختر که قرص خورده بوده ندیدی؟ فکر کنم رفت بیرون. یه تو کپا میری بیرون دیدیش میگی بیا تو من کارش دارم. ده برو دیگه. باشه چشم. اینو با؟ آره دیگه، آدرسی که دادن همینجاست دیگه. مطمئنی اینجا دفتر فیلمسازیه؟ آره بابا. خیلی بیکلاس آخه. آخه دفترهای فیلمسازی یه جایی هن که به همه جا دسترسی داشته باشه. خب یه چون میگه انگاه من نمیدونم چیه. خب اولین بار خودم بردم اتون دفتر فیلمسازی. راست میگیم. حالا بیا بریم تو چیکار به دفترش داری، مهم خودشونه. حالا اسم کارگردانه چی هست؟ آها، اون دوستی که ما رو معرفی کرد میگفتش که اسماعیل کیا کارگردان تو. حالا دوباره میریم ازم چهار تا عکس میگیرم، بعد میگن یه ماه دیگه خبر میدی، بعد زنگ میزنم میگن شرمنده، فقط این وسط من از کارای ویزا و بلیط هم میمونم. بابا بیا بریم، حالا اینقدر نفوس بد نزن، ان شاءالله همه چیز درست میشه. بریم بابا. همینه دیگه. لکه استنبا. نگار حواست باشه این دفعه دیگه کوتا نیایی ها. میگه هرچی شو و کلیپ و از اینجور چیزا داره نشون میده، اگرم بخوای این دفعه ما رو بپیچونه باید حسابشو برسی، فهمیدی؟ خیال تخ عزیزم، قول دار، ما که دیگه دنبال دردسر نیستیم. حالا چرا اینجوری وایسادی؟ بیا بریم ببینیم این دو سرزه چیکار کرده. بریم. خانوم، خانوم، امروز اینجا چقدر شلوغه، همه برای فیلم اومدن؟ بله دیگه، حتما من شما برای کار دیگه ای اومدی. نه، هم برای فیلم اومدیم. خانوم، شما استرس داریم؟ استرس برای همون موقع است، بعدش یه فیلم میمونه که میشه خاطره. از شما چه پنهون، برای دیدن فیلم برای استرس دارم. یعنی شما قبلا تجربه کردین این کار؟ یه بار آقامون، یه بارم خودم، شالا دیگه تکرار نمیشه. چرا دوست نداشتی؟ اصلا، اصلا. پول داره،
شوهرتون میگه به به آقای زهنگار، شما کجا اینجا کجا؟ خوبی خانم؟ به به نونوار شدیم، مثل قدم ما براتون خیلی خوب بوده. نه بله خوبید؟ کاری که با ما کردین لطفا با بقیه انجام ندین. نه اصلا که فرق میکنه اصلا این حرفا چیه؟ میگم که آقای کیا دیدنتون؟ نه بهش گفتم بگو ما اومدیم، دو ساعته رفته تو اتاق اصلا پیداش نیست، بیرون هم نمیاد، فکر میکنم داره میپیچونه باید. فقط یکم آروم‌تر صحبت کنیم چون امروز فرق می‌کنه اینا اومدن بعد عوض ظرفیتشون این ماها نیست اینجا رو می‌زنن سرش من برای این دارم میگم بشین دارم حالا فیلم چی شد؟ فیلمم که آماده است دیگه من دیشب بالا سرش بودم داشت کار می‌کرد روش دیگه جدی صورتم خوب بود صورت آلی. این خوب افتاده بود قشنگ عالی شده عالی شده هم خود شما هم خیلی خوب افتاده بودی اصلا فیلم یه جورایی شده اصلا جشنواره‌ای شده جشنواره بله الان داره مراحل فنی رو طی می‌کنه که دیگه برسه دیگه تدوینش اینو تماشا به خود دست شما برسه دیگه یعنی نمی‌دونم آماده است الان نمی‌دونم که بعد آماده باشه خودش گفت دو سه روز دیگه ای بابا گفتم نمی‌دونم کی گفتم داشم شوخی می‌کردم میگم می‌دونم آماده است بفهم بشین بفهم بشین تو رو خود بشین بگید ما اینجاییم همین الان میگم خدمت شما ببخشید شما دارید میرید داخل بفرمایید که ما اومدیم من به آقام گفتم رفتن داخل دیگه نیومد ببخش شما من ستار سهیل هستم خوشبختم منم خوشبخت هستم هم خودم هم فامیلیم خوبید کی تشریف آوردید شما آقای خوشبخت هستین بله پس من با شما تلفنی بله صحبت کردم خوب هستین کی تشریف آوردین الان دکتر خانومتون هستم ببخشید من الان میام خدمتتون خوب هستین حالتون خوبه میگم که چرا اینجا اینم نیومد دکترین پسره بفرمایید خانم بفرمایید بلاشی شما بلاشید یه لحظه همینجا راحتی نه 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 بفرمایید اینجا بشین کنار این خانم نه نه اصلا نمیشه من فکر کردم که دخترم بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید راحت بشید بفرمایید زنگار بیا راحت بشید اینجا راحت‌ترین بفرمایید نه 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 یه لحظه الان میگم که بیا خدمت بفهم شما بشین اینجا چرا؟ اینا تو زهرست داماده هم خب بفهم بشین برو بشین زن برو من الان میام خدمتتون ببخشید دکتر جون بچه دیگه چیزی منو با تیم هنرباره از دفتر ببر بیرون بابا اصلا اینا کی هن؟ کی اینا رو آورده اینجا برای من مسئولیت داره بابا خبر مرگش این کامیت دارو آورده آقای کیا استاد منم ببخشید منو شما دارین چیکار میکنین؟ چیکار میکنیم؟ زرنگار و زنش اومدن از اون طرفم این دختره اومده با باباش. بدبخت شدیم. دیدم همشونو دیدم. دکتر هیچ معلوم است چیکار دارین میکنین؟ بابا حواست کجاست؟ تقصیر من چیه؟ برای چی گذاشتین زرنگار اونو بغل هم دیگه بشینن؟ میخوای گند بزنه تو همه چی بره؟ ما یه جور باید اینا رو دکشون کنیم برن. نمیدونم یه فکری بکنین. آقا اصلا میخواین یارو رو من ببرم یه حجامت و چهار تا زلو بندازم که شما زرنگار و زنشون رو دست به سر کنین برن. دکتر جون من ساکت باشید دقیقه بذار خودمون فکر کنیم ببین سی من نمیخواستم اینو بگم ولی باید از ترفند سی دی استفاده کنیم مگه دیوانه شدی نه اگه بفهمم منو بدبخت میکنن آقا این سی دیو بده اینا برن خدا بزرگه برو این سی دی خام به من بده مسئولیتش با خودتا باشه با من برو بده سی دی خامو من هیچی نه یه موزیکم بده نه فیلم عروسی آقا و خانم زرنگار نسخه بازبینی ببین اینا تا برن خونه اینو بزنن تو دستگاه ولی نه خونه ببینن خالیه چند بارم زنگ بزنم ما ور نداریم بخوام پشم بیان اینجا ما با اینا قرارداد بستیم پولم رفته تو جیبمون همه چی تموم شده بپرین بده بهشون خیلی با احترام ها بگو ببخشید تا الانم اگر دیر شد اگه نظری چیزی دارین روی کاغذ بنویسین من بعدا براتون انجام بدم یعنی تو عجب زالویی هستی تو دو ساعت من دارم فکر میکنم هیچی به مغزم نمیرسه آخه مغزی وجود نداره برو اسی دیگه برو دکتر برو بشین تو ظرف قشنگ دست در نکن ما رسما شدیم نوکر شما به هم نریز دکتر ما حبلمت. سلام عرض کردم قربان احوال شریف قربون شما برم زنده باشید دخترتون هستم؟ بله خیلی خوشبختم خانم من میتونم یه چند دقیقه در خدمتتون باشم تو اتاق؟ استا میکنم خواهشم شما بفرمایید من خدمتتون میرسم خوش آمدید
بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم آقای زرنگار، خیلی خوشبخت، قربون شما، احوال شریف. خوشگل، قربون شما. شنیدم که دیگه تموم شده ری؟ بله، با اجازهتون باور بفرمایید، من اصلا 3-4 روز نتونستم بخوابم، یه سری داشتم رو فیلم شما کار میکردم. هر چی به ذهنم میرسید روش انجام دادم. فقط عذرخواهی میکنم امروز یه مقدار دفتر ما شلوغه، من نمیتونم در خدمتتون باشم خیلی. این خدمت شما. خب این چیه؟ فیلم عروسیتونه دیگه. من فعلا علل حساب رو سیدی کشیدم جهت بازمنی. شما ملاحظه بفرمایید تو خونه هر چیزی که به ذهنتون رسید بر من یادداشت بفرمایید، من اونو تو نسخه نهایی همه رو لحاظ میکنم. یعنی دقیقاً این همون چیزیه که ما میخواستیم؟ بله، خیالتون راحت باشه. یعنی اون چیزایی که گفت؟ بله بله. نمیشه همینجا ببینیم که دیگه دوباره کاری نشه؟ آره. عرض کردم خدمتتون من متاسفانه امروز مقدار سرم شلوغه، ما اینجا یه سیستم کامپیوترم بیشتر نداریم که اونم درگیر تدوینه. اگه شما تشریف ببرید اینو منزل ببینید هم خودتون با آرامش بیشتر می‌بینید هم من خیالم راحته. آقا من لپتاپ دارم، اگه کارتون رو راه میندازه بهتون بدم. اینم کامپیوتر بدون. آقا خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. تو بشین. ببخشید آقای زرنگار. بله. شما این آقا رو میشناسید؟ نه. خب شما الان این سی دی رو بذارید تو این دستگاه به صورت اتوماتیک سیو میشه، پس فردا فیلم شما میمونه این تو، پخش بشه این ور اون ور، مشکلی ندارید. راست میگه. بیا آقا بفرما، نخواهیم دست شما در نخواهیم. خیلی ممنون. زرنگار. بله. دل تو دلم نیست. چرا عزیزم؟ خب بریم این فیلمو ببینیم، ببینیم چیکار کرده دیگه. الان میبینیم. خیلی ممنون. خیلی بزرگواری فرمودید. قربان شما. خوش آمدید. خوش آمدید. خواهش می‌کنم. خوش آمدید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خوش آمدید. خوش آمدید آقای زرنگار. تو اسمت چی بود؟ ارشیا. یعنی اسم هنریم ارشیا. مورد شور اون اسمت ندارم. خانم بوداغی، یه لحظه بیا. بله. من امروز پول این هنرورتو نمیدم، ناهار بهش نمیدم، اون دوتا چایی هم که خورده کوفتش بشه. چه کار کردی دوباره؟ کاری نکردم، گفتم این... فقط لپتاپم قصد اینجا جا این کارا نیست که لپتاپو بهش میدادم. آقای دکتر تو دفترچم آمپولم هست؟ آره آمپولم هست. آمپول درد داره؟ نه خواهم کوچولو، اصلا درد نداره. دروغ میگه درد داره. بزه جان بزه. چه خبر؟ بلن که ایچی، بایستده اونجا منتظاری که بهوش بیاد. از برادر دختر خبر نشد؟ نه فعلا. حواستو جمع کن، چشم ازش بر ندار، تکون خورد به من خبر ده. آقا نصرت. بله. برو 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 حواستو جمع کن. بله. سریع برو اتاق دکتر اسدی، باز کار داره. شالا که خیره، باز میخواد ایراد بگیره. نه بابا، دکتر پرهام راجع به اون قضیه باهاش صحبت کرده. دکتر اسدی هم الان میخواد خودتو ببینه. خب پس من مریض بذارم تو اتاقشو برم پیشش. این کار آقا سلیمه. آقا نصرت. آقا سلیم بچهش به دنیا اومده، یه مرخصی ساعتی گرفت بره بچهشو ببینه و برگرده. کار آقا سلیمو من انجام میدم. آقا نصرت اینجوری که پیش میری 4 روز دیگه تو اتاق عمل جای دکتر پرهام داری بخیه میزنی. بیا برو. امروزه سینما داره با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنه، مشکلاتی از جمله اکران سر. درم رفتی پوش سرت ببند، دستت درد نکنه، برو. بفرمایید بفرمایید. خب ببخشید من رشته کلام کلن ذهنم برو سر اصل مطلب. کجا بودم؟ اشکال نداره، هیچ جایی نبودید، همینجا بودید، داشتین در تو با دشواریه و سختیه سینما صحبت میکردید. بله عرض میکردم که بهتره که بریم سر اصل مطلب. میدونی چون وقت نداریم و برای خودتون میگم بریم سر اصل مطلب. بله بله موافقم. دختر من واقعا عاشق سینماست، اصل مطلب هم همینجاست. خب شما میخواین یه فیلم بسازید، به بازیگر احتیاج دارید، چه کسی بهتر از دختر با استعداد من؟ ممنونم بابا جون، نفرمایید. فقط من الان یه سوالی داشتم از شما، میخواستم اینم دقیقا موضوع این فیلمی که میخواین بسازین چیه؟ بفرم. چرا من بگم؟ اذیت میکنی همیشه
میگن که من جسارت کنم، من توضیح نمیدم، خودتون توضیح بدین. نه من نمیتونم. عرض بنده شما کارگردانید، بهتر توضیح میدین، از نگاه خودتون میگید. نه عرض بنده رو نگرفتی شما، منظورم این بود که تا ایشون قرارداد نبستن و حضورشون مسجل نشده تو فیلم ما، اصلا دلیل نداره از داستان اطلاعی داشته باشن. آها بله بله، من اشتباه کردم. بله بفهم. یعنی شما به بازیگرای حرفه‌ایتون هم همینو میگین؟ ببینید تو این دفتر اصلا فرقی بین بازیگر حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای نیست، همه در برابر ما یکسانن. بله. آخه من چنده بودم که همیشه اول فیلم نامه رو میدن بازیگر بخونه بعد قرارداد میبندن، ولی شما میگین که اول بعد قرارداد ببندم بعد فیلم نامه. گفتم شاید من چون تازه کارم شما اینو دارین به من میگین. نه ببینید، متوجه عرض بنده نشدید. من چون کلن چیزم برحال خودشون که نمیتونم بگن، من میگم ایشون انقدر اعتبار دارن و انقدر کاراشون همه میشناسن که هر بازیگری با کله میاد اینجا قرارداد میبنده. بابا جان، ستاره جان، حالا چه موقعی این حرف هاست؟ چون آخه من به شما دارم میگم اینا منو نمیخوان، چون با بازیگر حرفه‌ایش اینجوری برخورد نمیکنم، بهش فیلم نامه میده، اصلا استعداد جوونو کلا آدم حساب نمیکنه. نه نه خانم اشتباه نکنید، ما تو دفترمون حرفای دو پهلو و باندبازی این چیزا نداریم. فیلم نامه ما داره بازنویسی میشه، بازیگر نقش اصلیمون هنوز فیلم نامه نگرفته. بابا جون دیدی گفتم زود قضاوت نکن. یه لحظه صبر کن بابا جون، ببخشید من میتونم بپرسم بازیگر اصلیتون کیه؟ لا امیر جعفری. امیر واقعا؟ وای بابا امیر جعفری، وای من عاشق بازی امیر جعفری هم. مطمئنی که میاد؟ نه هنوز که حضور این بزرگوار قطعی نشده، چون ما گزینه های دیگه هم داریم، براشون سناریو متن رو فرستادیم، منتظریم که این بزرگوار جواب ما رو بده. شما که گفتیم فیلمتون آماده نیست که بفرستیم برای کسی؟ نه خیر، گفتم خدمتون ما نسخه اول دادیم بهشون، یعنی بازنویسی رو ندادیم. آه یعنی اون اولی. من متوجه شدم که شما چی میگین. من خیلی خوشحال میشم در خدمتتون باشم، به خصوص که خب آقای جعفری من خیلی ارادت دارم، بازیشون خیلی دوستم، ولی اگر که خب ایشون باشن حتما مطمئن باشم هستن، من هستم. اگر که نباشن چرا نباشن؟ حتما اوکی هستن و خودشون سر یه کاری هستن، ما باید برنامه‌ریزی کنیم که برسن سر کار ما هم بیاد. اتفاقا دیشب باش تلفنی داشتم صحبت می‌کردم، با من خیلی رفیقه، بعد گفتش که ببین کامران، سعی خودمو میکنم که سر این کار باشم، دعا کن برسم بیام، این کار خیلی داره یه ذره طول میکشه. آخرش گفت به کیام خیلی سلام برسون، بگو خوش اون روزا. اینی محمود این خودش تو هم رفیق مخه خیلی. پس دیگه تموم شد، الان دیگه میتونیم قراردادو ببندیم. بله. قرارداد چی رو ببندیم؟ ایشون باید تست بدن. تست بدن؟ بله. ما رو یکی از دوستان بسیار خوب معرفی کردن خدمتتون. بله بله، اتفاقا اون دوست آشنا برای ما خیلی عزیزه، ولی جسارتا اگه ایشون توانایی در آوردن این نقشو نداشته باشن، ما به خاطر یه دوست فیلممون خراب بشه. آقای دکتر سلام علیکم، اینا رو آوردم خدمتتون. سلام، دست درد نکنه. بذار اینجا، بذار این بر بذار اینجا، خودت هم بری بیرون. این هم قاشق خدمت شما. آقا نصرت، من لازمه که از این ردسی بخورم؟ خب دکتر جان، اگه نخورید که متوجه نمیشید من چی میگم. چقدر سفتی، بیمزه هم هست. حالا یه مقدار از این برنج بخوری. بکنی؟ خب این برنج نه طعم داره نه بو. یعنی شما میگی آقا ماشاءالله آشپز بیمارستان بلد نیست غذا درست کنه؟ نه آقا ماشاءالله که کارش درسته، آشپز یکی یکی، بهترین آشپز، ماهره. پس مشکل کجاست؟ مشکل همونجاییه که دستکشای بیمارستان هست، همونجاییه که مواد مصرفی بیمارستان هست. یعنی مسئول خرید؟ آفرین، به خاطر همین هوشتی که دکتر شدی.
ولی من پول مواد خوبو میدم، تو فاکتورش هم هست. دکتر جان، آقا مشاله گفت بیمارستان برنجش تموم شده، من یه بار برنج برای شما میارم با همون قیمت. وقت شما خودتون کیفیت ها رو بسنجید، ببینید این بهتره یا برنج ایرانی. من به این آقای صحرایی خیلی اعتماد دارم، اما یه بارم که شده به شما اجازه میدم یه چیزی واسه ما تهیه کنی تا ببینم حرفات درسته یا نه. خیالتون راحت باشه. لطف کنید آقای صحرایی بفرستید اتاقم. متشکرم. خب شما فکر کنید اینجا منزل خودتونه، تلفن منزل زنگ میخوره، گوشی رو برمیدارید، خبر مرگ پدرتون رو بهتون میدن. بله. آخه این همه خبر، حالا چرا خبر مرگ پدرم بیاد؟ لطفا یه چیز دیگه بگین. ببین خانم وقت نداریم، ببین اگه تست ندین آقای کیو انتخابتون نمیکنه. جدی میگم. آخه من نمیتونم اینو بازی کنم، خبر مرگ پدرمه، من اینو بازی نمیکنم. به هر حال یه چیز دیگه لطفا بگین. آقای کیو اجازه است ایشون هر چی که راحتن بازی کنن. من فکر کنم اینجوری بهتر باشه اگه اجازه بدید. هر چی که دوست دارید. چی دوست دارید؟ خب ببین مثلا من یه دختر خیلی متشخصی ام که میخوام برم خارج از ایران ادامه تحصیل بدم، بعد یه خواستگاری هم دارم اینجا که حالا تقریبا نامزدیم و مثلا این عاشق منه، بعد من میرم فرودگاه و تا پای پروازم هم میرم، بعد میفهمم خواستگارم اومده اونجا که نذاره من برم، بعد پدرم هم به شدت با این قضیه مخالفه، بعد من میرم سوار هواپیما میشم که از پدرم فرار کنم، اما میبینم که خواستگار عزیزم با اون لباس تکنسیانه فرودگاه با ماشین اومده پای پرواز و منو به زور از هواپیما میکشه بیرون. آقا دختری که به حرف پدرش که مخالف گوش نمیکنه میخواد بره، ولی به خاطر خواستگارش برمیگرده، میخوام اصلا اون پدر نباشه. اما مرگ پدر رو بازی کن، بذار من بمیرم خیال همه راحت باشه. شوخی کردم همه چی؟ رفتی خارج، من تو خونه تک و تنها، من که هم پدری کردم برات هم مادری، اون وقت به تلفن میکنن میگن من مردم. بابا خدا نکنه. تو رود میشه تو صورت من، نگاه کن. بابا بیخیال، آخه بیخیال، چرا انقدر جدی گرفتید؟ بابا یه تست دیگه، همون خبر مرگ رو بازی کنید. شما خودتون خیلی خوب بازی میکنید، الان دقت کردم چقدر طبیعی بازی میکنن. احساساتی شدن. خیلی خوب بود. بازی کن. نمیتونم، من نمیتونم، آمادگی اینجا هرگان رو ندارم. من چجوری خبر مرگ پدرم رو بازی کنم؟ خانم مگه شما نگفتید من علاقه منده به بازیگری هستم؟ بله. تو هر شرایطی شما باید آمادگی داشته باشید. اگرم حوصله ندارید نمیتونید من این دوربین رو خاموش کنم برم. یعنی من همیشه باید آمادگی مرگ پدرم رو داشته باشم؟ آمادگی برای بازیگری، آمادگی برای بازی. من چشم باشه، یه لحظه به من اجازه بده. خواهش می‌کنم بگو جدی باشه، چون بریم فردا تو کارن، تو کارن این سگ میمونه. بهش بگو جدی. دخترم جدی باشه، این سگ. اجازه بده. خب بریم. 3 2 یه دیگه لحظه. یه دقیقه وایسا. تو آینه نگاه میکنه. میشه یه بار دوباره بشماری؟ خودت بشمار. خب خیلی خوب، زود بشید. زود بشید، جدی بشید دیگه. 3 2 1 دینگ دینگ. بله صدای زنگ. بله چی؟ پدرم، پدر مهربونم. نه دروغ میگی، دروغ میگی. عالی بود، اصلا فکر نمیکردم اینجوری باشه. خیلی خوب بود. خیلی ممنون. واقعا عالی بود. بود بد بود؟ نه نه نه، من تعارف ندارم. نه نه، حالا شاید یه جاییش بکم مصنوعی بود، ولی یه چیزای ریزی تو بازیتون داشت که اتفاقا این به درد نقش ما میخوره. درسته؟ خب پس مبارکه دیگه، میتونیم قراردادو ببندیم. نه نه، من هنوز مطمئن نیستم. آقای کیا، میگم من معتقدم ایشون به درد اون نقش خیلی میخوره. شما تصورشون کنین که با هم دیگه کنار آقای جعفری وایسنن، چقدر خوبه تو تصویر میان به هم. آره آره، من بقیه تستارم باید نگاه بکنم، با هم دیگه قیاس میکنیم، بعد نتیجهش خدمتشون آرزو. بخشی معلوم نیست آقای جعفری تشریف میارن یا نه. بله ایشون که قیمتشون اوکی کردیم و فقط مونده بیان امضا کنن.
میان؟ کی قرار گذاشت؟ گفتید فردا 12 ظهر. 12 ظهر فردا قرار گذاشتن. ببخشید. بله. اگر واقعا آقای امیر جعفری تشریف میارن که خب دخترم از بازیشون واقعا خوششون بیاد، بنده میتونم همه نوع کمکی بکنم. به شرطی که دخترم مقابله امیر جعفری بازی کنه. هوا تو کردم.